با احترام به شما آقای فاضلی و همه یارانتان در تلویزیون آزادی و سلام و درود بر همه هممیهنان و تمام فارسی زبانهای جهان. قصه طولانی ما بدان جا رسید که سردار سپه بالاخره نخست وزیر شد. او 2 سال نخست وزیر بود، از تاریخ 6 آبان ماه 1302 شمسی تا روز 9 آبان ماه 1304 که در آن روز مجلس شورای ملی خلع خاندان قاجار را تصویب کرد و در همان مصوبه هم حکومت موقت ایران را به رضاخان سردار سپه سپرد تا آنکه در فرصت مجلس مؤسسان تشکیل بشود و موادی را از قانون اساسی تغییر بدهد. در آن 2 سال در ایران چه گذشته و روند تاریخی چه سیری کرده که به آسانی چنین اتفاقی افتاد؟ مورخین ایرانی و خارجی در این باره بسیار نوشتند که اگر بخواهم نویسندگان را بدون کنجکاوی و بررسی تاریخی تقسیم کنیم، آنها 2 دسته هستند. دسته ای که طرفدار حضور رضاخان به عنوان پادشاه بودند و دسته دوم آنهایی هستند که همه چیز را منسوب به خارجی ها می کنند و بالاخص معتقد هستند که انگلستان پس از آن که در اجرای قرارداد تقسیم ایران در 1919 شکست خورد، با علم کردن حاکمیت رضاشاه توانست تمام آنچرا که می خواست به دست او اجرا نماید. اما ای شنونده عزیز من، با وجود وقت محدود در تلویزیون طبیعتاً مجال و فرصت آن نیست تا درباره این روند تاریخی به شکافتن واقعیت ها بپردازم. به علاوه چون این قضایا به تاریخ سپرده شده و بررسی دقیق و کافی آن هم هیچ مشکلی را امروز حل نمی کند، بدین سبب به اختصار درباره اش گفتگو می کنم تا شما جوانان وطنم به نکته ها و دقایق به قدر ضرورت دست یابید. و از گردانندگان تلویزیون هم پوزش می خواهم، زیرا ناگزیرم از این قله تاریخی ایران که هنوز مورد بحث بسیاری است به درستی عبور کنم، ولو آنکه اوقات تلویزیون را صرف نمایم. اما دسته نخست آن نویسندگانی بودند که به پشتیبانی عامه رعایت نظرات مردمی را نمودند که می‌دیدند در آن مدت کم رضاخان بسیاری از مشکلات را مرتفع کرد. به اغلب دردهای جانکاهی که قرنها بود دامنگیر عمومی بود و زندگی و رفاه را از مردم گرفته از میان برداشت. طبیعتاً اکثریت نمایندگان در مجلس شورای ملی به تغییر سلطنت رأی دادند و نظر طبقه فقیر و درمانده کشور را پذیرفتند، زیرا در آن 2 سال نخست وزیری سردار سپه تغییرات کیفی دولت او را در جهت رفاه نسبی و امنیت کشور برای مردم عادی لمس کرده بودند. بعد هم آنها که به عنوان مجلس مؤسسان به پادشاهی رضاخان رأی مستقیم دادند، یعنی علل قاعده می توان گفت که رضاشاه را 2 بار پارلمان ایران تأیید کرد، اگر چه مخالفین به نامی هم در مجلس وجود داشت ولی در اقلیت کامل بودند. و طبیعتا نویسندگان طرفدار چنین جریانی به عنوان ضرورت زمان آن انتخاب را مورد بحث قرار دادند. در این باره باید گفت مردم ایران به تدریج چشم و گوششان در جریان مشروطیت باز شده بود و آهسته آهسته می فهمیدند که دیگر رعیت و برده نیستند و چوپان و ذل الله نمی خواهند، بلکه نیاز به مردی دارند که از میان خود آنها برخواسته باشد تا بتواند در راستای رفاه زندگی ایرانی گام بردارد. بدین سبب تغییر سلطنت را ضرورت زمان تشخیص دادند. اینک برای تو نوجوان عزیزم مثال روشنی میزنم
تا بدانی که چرا عامه مردم تسلیم قدرت رضاشاهی شدند. بسیاری از شما هموطنانم در آن 10 ساله نخست شورش کور خمینی و حضور جمهوری اسلامی حد اعلای عدم امنیت را احساس کرده اید و همین امروز هم باز به صورت کلاس شده آن را لمس می کنید. یعنی جان و مال و هستی و آزادی و شرف و از همه بالاتر امنیت خانواده، امنیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی از شما سلب شد و بدین سبب اکثریت عظیمی کوشش می کنید تا به هر تقدیر از این روند حاکمیت خلاصی پیدا کنید، زیرا آسایش روحی که تجلی زندگی هر اجتماعی است از فرد فرد شما گرفته شده. بدین سبب می بایستی با هر تقدیر نسل آتی را از زیر یوغ این روند خانمان برانداز بیرون بیاورید. در آن روزگار هم چنین کیفیتی بر مردم حاکم بود. شاه قاجار 2 سال بود در اروپا به سر می برد. سران قاجار عملا حاکمیت را با آخوندیسم تقسیم کرده و آخوندها هم در کمال قدرت و دست در دست حاکمیت شیره جان و هستی مردم را میمکیدند و مجال تعقل و تفکر به مردم نمیدادند و مردم حقیقتا از فقر و فاقه به جان آمده بودند که عاقبت به این نتیجه رسیدند که جز تغییر سلطنت که منجر به دگرگونی روند حاکمیت خواهد شد چاره ای نیست و همین کار را هم کردند. اما دسته دوم، برای شناخت چرایی روندی که این گروه پیش گرفتن باید توضیحاتی را بیان کنم، زیرا کیفیت سیاسی زمان اتحادی را به وجود آورد که تبلیغات وسیعی را علیه پهلوی اول به دنبال داشت. درست در همان روزهاست که در ترکیه به همت جلال بایار کودتایی صورت پذیرفت و یکسره مذهب از حاکمیت جدا شد که این امر خود در منطقه روشنبینی خاصی به وجود آورد که مسلماً مورد تأیید و نظر خرافه پرستان ایران هم نبود و با هر تقدیر می‌خواستند جلوی چنین روشی را در ایران بگیرند. روسیه تزاری با حضور لنین و یارانش تبدیل به کشور شوروی شد و کمونیسم مجرای بهشت گردید و بسیاری از ایرانی ها که فقط از دور دستی براتش داشتند و یا آن که در شمال ایران با سران کشور شوراها در تماس بودند خواستار اجرای مرام کمونیست در ایران می شدند و حضور رضاخان و ایجاد ارتش ملی که محققا تنگناهایی را هم به وجود آورده بود برایشان دلپذیر نبود و خواستار آن بودند که بهشت کمونیسم در ایران هم توسعه پیدا بکند که تشکیل حزب توده و بچه حزبهای خلقی، انجمنهای فرهنگی کوچک و بزرگ که بعدها به وجود آمد زاییده همان تشکیلات بود. انگلستان که امتیازات فراوانی را از دست داده و همه تصوراتش از حضور رضاخان قزاق ناصحیح در آمده بود یقینا مخالف وجود و اقتدار او و ارتش و سیاستش بود و علاقمند آن که همچون گذشته تمام منابع ایران را به یغما ببرد و یک بار دیگر طبقه تحصیل کرده ایران را که می توانست در پیشرفت کشور تأثیر گذار باشد از حیطه قدرت دور کند، زیرا مانع بزرگ قدرت مداری انگلستان در ایران در واقع طبقه تحصیل کرده ای بود که از میان گروه متوسط ایرانی به تدریج بیرون می آمد و عملا مملکت را از حاکمیت قبیله‌ای دوله‌ها و سلطنه‌ها نجات می‌بخشید و در جریان‌های سیاسی مملکت سهیم و مؤثر می‌شد و آهسته آهسته جای پای مردم سالاری را تثبیت می‌کرد. از همه بدتر آخوندیسم که چون موریانه‌ای در دل و جان و هستی و عقل و تدبیر عامه مردم خانه کرده و چنان برنامه ریزی صحیحی داشت که از روز تولد تا دقیقه خاکسپاری هر ایرانی مسلمان
در زندگی خصوصی و عمومی او مداخله مؤثر داشته باشد. یک مرتبه دید حضور رضاخان بنیان ساختار 400 ساله او را در هم ریخته و میخواهد که به تدریج ثبات حاکمیت پنهانی او را برباد بدهد و عامه مردم را از جهل و خرافه پرستی بیرون بیاورد. در نتیجه مردم پی به ماهیت و حقیقت وجودی آخوند خواهند برد و طبقه آخوند برای همیشه از معرکه قدرت دور خواهد ماند، که طبیعتاً چنین رویه‌ای برای قدرتمداران آخوندی است قابل تحمل نبود. کشور و دولت امریکا که پیوسته در جهان سیاست فریب نیرنگ‌های انگلستان را خورده است، در آن روزگار چشم گوشش باز شده بود و منابع عظیم زیرزمینی آسیا او را به سوی خود می‌کشید و می‌خواست تا با هر کیفیت در سرزمین‌های گرم آسیا هم رخنه اساسی داشته باشد و در منابع عظیم آن سرزمین ها هم شریک و سهیم گردد و به اصطلاح اتوریته خود را به عنوان ابرقدرت در سراسر آن قاره هم اعمال نماید، که برای این کار او هم ناگزیر به اعمال سیاست های خاص خودش بود. و خاندان قاجار که به طور طبیعی مخالف هر گونه تغییری در سلطنت ایران بود. تمام این موارد با کیفیت ارتباطات نزدیکی کشورهای بزرگ و کوچک و اعمال قدرت سازمانهای بین المللی و ساختار سیستم فرهنگی و اعمال قدرت چپ بین الملل به سهولت به کمک دسته دوم آمد و گروه دوم بدون توجه به واقعیات زندگی، نحوه تربیتی، خصوصیات اجتماعی، محرومیت‌های تحمیل شده بر گروه عظیم شهرنشین ایرانی به یک تبلیغات هماهنگ پرداخت تا بتواند آنچنان ایرانیان در دوران پهلوی ها بر اساس الگوهای غربی بنا کرده بودند فرو بریزند و از سردار سپه یک رضا قزاق دیکتاتور ساخت که نشان میداد منشأ تمام بدبختی های ایران حضور و قدرت او بوده است. متاسفانه کمتر محققی هم با دقت به این مسائلی که مورد اشاره می باشد با روشنی و تفصیل پرداخت. بدین سبب بسیاری از جوانان وطنم تصورشان آن است که یک قزاق بیدانشی بدون فراهم آوردن مقدمات، صرفا با زور و قلدری و اسلحه، با کمک همه جانبه انگلستان در یک نیمه شب در ایران کودتا کرد و سلسله قاجار را برانداخت و خود به ناحق بر سلطنت ایران تکیه زد. نه ای عزیز هموطنم، باید حقایق را از مسائل تبلیغاتی جهانی جدا کنی و دریابی که چرا و چگونه آخوندیسم و کمونیست و نهضت آزادی و جهان وطنها و یک گروه از میان سران ارتش هماهنگ با سیاست‌های خارجی دست در دست هم و با تبلیغات بسیار وسیع و روشن شورشی را به وجود آوردند و نامش را انقلاب گذاردند و نخستین اقداماتشان هم آن بود که آنچه رضا شاه بنیان گذارده خراب کنند و برباد بدهند و به جایش یک سیستم بسته حاکمیت را جایگزین نمایند تا باز مردم در سیطره جهل خرافات باقی بمانند، زیرا بنیانی را که در دوران رضا شاه با همت گروهی تحصیل کرده ایرانی برپا شد چند تغییر اساسی به وجود آورد که محققاً اگر ایرانی مجال می‌یافت زندگیش را با همان گام به پیش ببرد، یقیناً روشنبینی و واقع‌گرایی جای حدیث و خرافه و تعصبات ناصحیح را می‌گرفت و رفاه نسبی هم فراگیر می‌شد و سینه‌زنی و تعزیه و امامزاده ساختن و مسجد بنا کردن تبدیل به مدرسه و مراکز فرهنگی می‌گردید. ولی هیهات، روز و روزگار به شما خوش. بعدی ما هفته آینده که درباره اصلاحات ایام نخست وزیری سردار سپه صحبت بکنیم.